گفتی دیگه نمیکشم که نکبت. تو چه طالبی داری؟ نشسته بودم فیسبوک دیگه هم آیا قد حرص میدی من مجده همش با فیسبوکی واسه حرف زدن، واسه ترجمه کلمه فرانسه، واسه ترک موسیقی، واسه کوفت، واسه درد. میدونم دیگه همش از بدبختی تنهاییه. باز داشتی خواب میدیدی؟ ولش کن. مثل همیشه باید اصرار کنم؟ باشه یه چایی چیزی بذار بخوریم. الان؟ آره دیگه با که تا صبح بیداریم. ترجمه تموم نشد استاد؟ نه هنوز. بجوم دیگه مجده 6 ماه داری رو 3 صفحه شعر کار میکنی. شعر کلاسیک که طول میکشه. تو من کلاسیک مدرن سرت میشه؟ نه فقط تو عقب مونده این چیزا رو میفهمی. انقدر بدم میاد ازت خسرو. منم همینطور مجده. از بچگیت عادت داشتی تو کارام سرک بکشی. هیچ کس هم بهت هیچ چی نمیگفت. کی سعیدو برمیگردونی خونه؟ مگه دست منه؟ من جای تو بودم یه بار دیگه میرفتم خونه این کاوه اینا. یه گلی شیرینی چیزی هم دستت بگی برو اونجا. اینا بفهمم ما تا قرون آخر دیار میدیم حتما لذت میدن. اونا چیز دیگه ای میخوان. بیرون خواهم. بعدشون نمیاد که ما با هزینه خودمون کاوه رو بفرستیم آلمانی جایی. چه حرفی؟ اینا هم دکتر خوب اینجا داریم. خب اونا اینجوری هم دیگه. میگم برم نیست و مجده. اشرافیت جنابالی به درد تربیت بچه که نخور. لاغر به درد لذت شادیش که میخوره. اینقدر این حرفو نزن تو سر من. من دروغ میگم. بدم میاد از این حرفه. باشه بابا. اینقدر که تو من اذیت میکنی خسرو. باشه. میشه یه دقیقه بیای بشینی ما 2 کلمه با هم دیگه حرف بزنی؟ امروز سعیدو میبینی؟ بر. میشه بهش بگی من دلم براش تنگ شده؟ بر. میخوام 5 دقیقه ببینمش. 1000 دفعه گفتی بهش گفتم نمیخواد ببینت. مگه دست خودشه؟ بله جز حقوقشه. یعنی تو نمیتونی مجبورش کنی؟ بتونم هم نمیکنم. وقتی نمیخواد نمیخواد دیگه. شاید اصلا حرفی نداره باید بزنه. به شکل مزخرفی بیرحم شدی خسرو. بدم میاد ازت. مخلصیم. اه ننویس دیگه واسه دست کن دادم. خفه شو جون مادرت. علیکم سلام. سلام. چقدر زود آمدی؟ ای بابا. نوزه بچه آدم رو کاناپه بخواد بگیرم. من اینجا راحت ترم. دیشب اصلا نفهمیدم چطور خوابم بود. تلویزیون روشن مانده. خاموشش کنیم. من کارش ندارم. سب کن یه چیزی یاد بگیر. بابا همین دکترهایی که میان در تلویزیون از روانشناسی گپ میزنن از نظر من خودشون کیس سایکوتیک آدم اصلا از طرز نشستنشون از حرکات دستایشون میشه فهمید. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه زلال روان در خدمتون هستم. خدمتم هست. خانم جیمشین از نورآباد مرحبا. چاکریم. در 57 تماس گرفتم پرسیدن که اگر ما نتونیم با نوجوانمون ارتباط برقرار کنیم. برویرم نمیگیم. من میگم شبا زود بخواب. الان میخوای بیا اونجا یه خمیازه بکشی بگه خستم خوابم میاد فلان بهمان.
صبحونه میخوری؟ زود آماده میشم اگه اجازه بدی. در صورتی که بینندگان محترم باید توجه بکنن ببینن ما به چی میدونم، ما کودکمون رو بهش دقت میکنیم و بروز حالتها و رفتارهای نامتعارفش رو به افسردگی نسبت میدیم. حرف شما. الو چطوری؟ آره بله الان؟ نه اصلا باش. آره همین الان راه میافتم. بله قربان. بالاخره به این راحتی هم که نیست. نمیفهمم تو رو، تصمیم گیری سخته به خصوص تو این وضعیت. آره واقعا به خصوص تو این وضعیت. اصلا نمیدونم باید با سعید چجوری صحبت کنم. یکی دو بارم به من گفتی که من تردید دارم به زندگی گذشتم، انگار فکر میکنم. اصلا اینطوری نیست، من همه چی برام تموم شده. من نگرانی های دیگه دارم، میدونی، یک زن تنها، یه شروع دوباره. حرفات بعد... داره اذیت هم میکنه مجده. چرا؟ چون یه جورایی بدون اینکه بخوای بگی داری منو با پدر سعید مقایسه میکنی. نه اصلا، ولی من اینجوری حس میکنم. اگرم اینطوری فکر میکنی واقعا ناخواسته است، باور کن. یکم منطقی تر باید فکر کرد. به هر حال کماکان سعید چیزی نفهمه، بهتر دغدغه‌ای راجع به تو نداشته باشه. بعد یه جوری فعلا برگزارش کنیم تا آزاد بشه، ببینیم چی کاره ایم. تو همینجا بمون، من خودم میرم ببینم چی کار میشه کرد. میشه من برم؟ نه میترسم از دفعه قبل شه. خواهش میکنم. نیازی به خواهش نیست، فکر نمیکنم نتیجه بده. ولی من میرم. خیلی خوب، پس یه وقت عصبی چیزی نشی، رو پول عملم تأکید کن. ببین لطفا جلوشون گریم نکن. باشه؟ آره هرچی قدرتمندتر بهتر. دیگه از آهنگتون حالت بد میشه؟ از همه چیزمون حالم بد میشه. چرا؟ چی دارم که دلم بهش خوش کنم؟ ها؟ من درسم تموم میشه، باید برگردم، باید بمونم ایجی. اگه برم کیو دارم ایجی؟ اگه بمونم کیو دارم ایجی؟ ما هم که چوب سفیدیم. شما که تاج سری آقا خسرو. ولی من خجالت میکشم الان شما به خاطر من مجبور شدید با خواهرتون زندگی کنین. من میدانم اینجایی که هستم منزل شما بوده، برای اینکه من معذب نباشم گفته دفتر کاره. معلومه بیخوابی بد جور زده به سرت، داری دریوری میگی. سلام. چقدر زود اومدی دکتر؟ تو هم که هر دفعه همینو میگی. آقا هر دفعه میای زود میای دکتر. آقا کی باشه؟ کارمو زمه نمیشه بیاد. هماهنگه. با کی؟ بخشدار زنی بزن هماهنگه. یه کارشناسی بده. یه کارشناسی بده. کارت دانشجویی. آفرین. بجام دی Ha
سلام. یه کتاب رو بردارید. بالاخره یه جوری باید بتونه با سعید حرف بزنی یا نه؟ من اینو متوجه نشدم. تو اینو میخوای یا دستیارت؟ من میخوام. گفتم بیاد ببینیم میتونم یه حرفی تازه از سعید بیرون بکشیم. آها. یعنی بنده خدا دستیارت نیست. موش آزمایشگاهیته. حالا تو هر جور میخوای فکر کن. فعلا که کارآموز منو باید وظیفش انجام بده. پس یعنی من باید بذارم بره قاطی بچه‌ها؟ تو هنوز متوجه نشدی اینا غریبه میبینن قاطی میکنن؟ خودت یادت نیست جلسه اول چه بلایی سرت آوردن؟ آصف میتونه مواظب خودش باشه. دوبان چی میگردی؟ به نظرت سعید کدوم یکی از اینا نوشته؟ هیچ کدوم. گوش کن، بیا برو تو به بخشدار آشنا شو. باش سلام علیکم، من برم سعید بردارم بیارم تو کتاب خونه. فقط حواست باشه هر چی گفت سر تکون میدی، مؤدب آقا، حرف اضافه میمیزنی، راجع مجسمه‌هاش هم به هیچ عنوان حرف نزن. خب بودو 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 بودو. سلام چاکرم. سعید رو ندیدی؟ نه. ادامه بدیم. ادامه روانشناسی؟ دانشجوشم فعلا. آی دانشجو، این بچه ها همه شون بچه های منه. اگه قراره کسی از گل نازکتر بهشون بگه، اون آدم فقط منه. بله، متوجهم. خوبه که متوجهی. کار خودتانه؟ ایراد داره؟ نه، اینجوری فقط یکم تعجب کردم. از چی تعجب کردی؟ خب بالاخره اینجا نباید محیط آرامی باشه. هر روز یکی رو میارن که دزدی کرده، درگیری به وجود آورده، قتلی مرتکب شده. کلن فضا ملتهبه. از این لحاظ عرض میکنم خدمتتون. اشتباه نکن. خیلی از این بچه‌ها یه روزی از اینجا میرن بیرون. این عکس‌ها رو میبینی؟ بعضی وقتا عکس‌های چند سال بعدشون هم رسیده دستن. بوده پسری که از اینجا رفته بیرون معلم شده، معلم خوبی هم شده. یادداشت بچه‌ای رو که رفت بیرون تراشکار ماهری شد. الان هم داره توی کارخونه بزرگ کار میکنه. بسیار عالی، متوجهم. خوبه که متوجهی. سلام. سلام. روزنامه. دمت گرم پهلوان. میگم این چه کار عجیبیه، قرار آخرش چی بشه؟ ببین جوون، خسرو خان، آی دکتر، یه بار اون اولا میخواست من رو روانکاوی بکنه، بعد این میشد متوجه شد که من کیسش نیستم. کم مونده بود بعد جور دستم روش بلند شه. اینه که گفتم اولش یه توضیحی داشته باشیم، بد نی. من جسارت نمی کنم، ولی متد روانشناسی با دیگری متفاوته. آره؟ خب سعید جان، اولین سوال من اینه که شما از خاطرات کودکی چیزی هست که تا حالا نخواسته باشی در موردش صحبت کنی؟ منظورم همون وقتایی که پدر و مادرت تازه از هم جدا شده بودن. یادم نمیاد. ببین سعید جان، بالاخره مهمترین سوال منه و تو شاید به دلیل اینکه
یه چیزایی از شخصی هم و طبیعی هم از که نخوای به کسی چیزی بگی. من حالا میخواستم ازت خواهش کنم که اگه صلاح میدونی امونا رو به من بگی. برای چی داری ازم میپرسید؟ بهت که گفتم دایی جون. این کار آموز منه. اگه بخوای سرکارش بذار نمیذارم حتی یه روز از اینجا بیای بیرون. فهمیدی؟ من تو رو نشناسم باید سرم بذارم زمین بمیرم. ادامه داسف. خب میگفتی سعید جان. گن زدی نه؟ گریه کردی. حدس میزدم. بشین خودم میرم. خسرو جون شما یه جا وارد میشی نباید در بزنی؟ زدم. خب در میزنی نباید منتظر بشی یه بفرمایی چیزی بشنوی؟ در اتاق شما که همیشه چهار اتاق بازه مال سعیده. میدونم داری مدیریت پنهان میکنی دوباره؟ آقا سعیده ما داره کارآموز شما رو میپیچونه. این که صدا نداره. از قیافاشون معلومه. باید میدهد یه صدادارش واسه دست کنن. خسرو جون کار خودته یکی بیار درستش کنه. اینجا یه آفیس به هم بده بقید آلا خون بالا خون نباشم. دلته بدون دور بینا اونم چشم. شما یه ریز کار بیرون تو کم کن. یه هفته اینجا ما زیارتت بکنیم. من که حرفی ندارم. من که هر روز اینجا هم که. اونم به خاطر آقا سعید قربونه. آقا مردی نکن دیگه بابا تو. این چرا هم چی کرد؟ چیه؟ سعید. سعید واسه. سعید. 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 چی میگی؟ چی میگی؟ آروم؟ آروم؟ چه 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 آخه واسه من اومده اینجا. اینجا سری آدمه که دزدی کرده. کام داری خانمش رو آدم کشتنه. تک شو خفه. بس دیگه. بس حرفا رو بزنم. هیچ فرقی با این بچه نداری. هیچ فرقی با این بچه نداری. مثل این بیشتر این تفلی ها جوری زندگی کردن که اگه تو کرده بودی معلوم نبودن چه غلطی داشتی میکردی. در زمین دوندگی ما اگه نبود این بچه که زن چشوشو نفر کردی الان مرده بود. آره تو راست. آره همون اول با میزده میکشمش. بینیدی همون اول با میکشمش. به خاطر این حرفت باید بری تو آلوله. ببین من آلوله دیگه ندست میدارم. آقای بچه ایشون باید تشریف ببرم تو آلوله. خودم میرم. این بچه تا نفهم هیچ فرقی با بقیه نداره و چه غلطی کرده من هیچ کاری دیگه واسه سر نمیارم. تو اصلا هیچ کاری واسه من نکن. واسه می نمیذاری سر صدا تو حالا میدونم چیکارش کنم. آقا سعید. آقا من چی می دستوری تو؟ آقا سعید. من رو شما حساب میکردم. تناب پاره میکنی؟ سعید. برو درست میشه. چی گفتی به سعید؟ میگم تو چی گفتی به سعید؟ من هیچ. به خاطر هیچی اون کارو باید کرد. فکر کردی من خرم؟ حرکتش بیشتر یه مکانیزم دفاعی بود. ناراحت ای بود که چرا دایش بیخیال آزادی شد. این تحلیل تو یا اون؟ ای فرقی میکنه. معلومه که فرق میکنه. من تو را آوردم اینجا با حرف بزنم که ول کنی بری. آیه تشامنیا شما چرا نذاشتی مسائل خودم ازش بپرسم ها؟
ببین پسر جون، سوال منو با سوال جواب نده. بعدم یادت نره همیشه و همه جا من استادتم، رو حرف من حرف نمیزنی. در ضمن بچه خواهر خودمه، خودم بزرگش کردم، لازم باشه خودم هم میدونم که از اونجا بیارمش بیرون. اگه میدونستی چطور برخورد کنی که منو نمیذاشتی بچه‌ها، الان بچه تو کانونم برو بابا، همین نبوده تو یه دقیقه با من یاد بدی که کارمو چجوری انجام بدم. چرا فکر میکنی شما هیچ وقت استفاده میکنی ها؟ تو چی میگی؟ اصلا تو چه رفتی داره؟ برو میرم بابا. تو هم بر رو بر بایستادی نگاش کردی؟ چی کار کنم؟ جنگ کنم باش؟ اوضای روی روانش خوب نیست پسره، کلا خرابه، بچه پول داره. بابا ننش چی کنم؟ باباش آرشیتکت قولی بوده، مادرش هم مترجم زبان فرانسه بوده. دست درد نکنه. با مادرت توی سمینار تو فرانسه با هم آشنا شدم. مادره از این مترجمه های همزمانی هست که میذارن تو گوش این میگه و میشنوه. هت صدقه بونده امو، اتست. خب هیچی دیگه، بعد میان ایران و ازدواج میکنن و بعد از یه مدت جنگ و جدال و طلاق بازی و از یه حرفا. چی گفتی به پسره؟ چی کار کردی که وسط قاطی کرد؟ هیچی، من بهش گفتم اگه یه روز مادر بخواد ازدواج کنه تو چی کار میکنی؟ مریض یه همچین سوالی از بچه میپرسی؟ من فقط یه سوال پرسیدم ازش، بعد یه جوابی داد که برای خودم هم عجیب بود. یه همه چیز ریخت به هم دیگه، گفتم شاید یه چیزی هست که این سعید میدونه و من نمیدونم. چی گفت؟ آقا یعقوب داسو استرم گلدیم حاجی جان، گلدیم. کتابات چیه یعقوب ها؟ گذاشتم بفروشیش. مگه دیگه نمیخوای برگردی دانشگاه؟ نمیشه آصف، وقتی قرار نیست بشه نمیشه دیگه. کتابات نگه دارم، من خودم بهت پولش میدم. سلام جوون. گوشی رو چرا بر نمیداری پیر مرد خرف؟ بیادب، بگو چی شده مجید. پرونده سعید چی شد؟ داره مسیر قضاییشو طی میکنه دیگه. پس جنابالی چی کار کردی؟ دیگه اگه بخوام چم و خم کار رو به تو یاد بدم باید در اینجا رو تخته کنم. اونم به وقتش خودم تخته میکنم. حالا جدی کاری کردی؟ بله جوون، بله دارم آزادیشو میگیرم، البته مشروط. مشروط چی؟ به چی؟ به اینکه دیگه از این غلطا نکنه. به منو مگه رضایت دادن اونا؟ یه قولایی دادن تا بعدن ببینیم کلن چجوری میشه حل و فصلش کرد. خواهرت نگفت بهت؟ نه نگفت. مرشد در جریان من. بله اصلا با هم رفتیم. با خواهرم رفتیم. بگم تو خیلی مرد بزرگی هستی یا مجید، خیلی کریمی که تا حالا. چی؟ هیچی. خب واسه سعید وثیقه اینا هم میخوان دیگه. خب معلومه وثیقه اینا هم میخوان. حالا تخمینه داره چه روزیه؟ تخمین که کار شماست، ما بیشتر زمان دقیق رو میگیم. آخاک صدام رو اسپیکر یا فوشت دادن؟ بله رو اسپیکر، مؤدب باش. میگم ناکس نکنه گرفتی آزادیش و پول بیشتر میخوای تا بدی بیا. اگه تو فکر میکنه من یه همچین آدمی هستم مشکل خودته. عوضی که هستی، ولی سعی میکنم باور کنم. خیلی خوب، حالا بهت زنگ میزنم. خداحافظ. سلام.
سلام آقای دکتر. عبدو دستان توی؟ بله آقا. تو معلوم از کجایی؟ آقا پنجوس هم نگره دیدی. خواهی نه بابا بابا. خوب گردی اومدی آقای دکتر. کلید این آلونک رو بده من. علیک سلام. ببخشید سلام. کلید این آلونک رو بده من یه سر به سعید بزنم. نمیخوای بیاریمش بیرون؟ حالا بزنیم شبر اونجا باشه بفهمی چه خبره. عصبانی شد یه چیزی گفت. هم کوتاه بیه دیگه. این آلونک کدومه؟ چلو سعید نخواستم زایت کنم. وگرنه کارت اشتباه بود. باید بفهمه که نباید از این کارو بکنه. نباید شاخشونه بکشه بگه باید کاور میکشتم. جدی که نگفت. میخواست حال تو رو بگیره. اینجوری هم که میگی نیست. اینا هیچ کدوم چیز نداره. واقعا که. نه اون بیخیالیات، نه به این سخت گرفتنت. ردیف سوم از بالا، دومی از سمت راست. بی خود جاشو حفظ نکن. هر روز جاشو عوض میکنم. با سعیدم بد اخلاقی نکن. آسی بری برگرد بیه چایی با هم بخوریم. امشب بارسا بازی داره ها. سعید خاموشش کن. چرا؟ خاموش کن. برای چی مایده ای؟ بالاخره مجده میفهمی که تو امشب اینجایی. خواستم بهش دروغ نگفته باشم که اومدم بهت سر زدم. میخوام با مامانم حرف بزنم. تو هیچ وقت نمیخواستی مامانتو ببینی و باهاش حرف بزنی؟ یه فرقی میکنه این دفعه. نمیشه. چرا؟ چون بچه های دیگه اینجا دایی ندارن، موبایل ندارن. خب خواهش میکنم. اذیت نکن. میدونی اصرار کنی تسلیم میشم. نکن. اصرار میکنم. تو غلط میکنی. بغضم نکن. عجیبه، میخواست با مادرش حرف بزنه. سعید داره به شما اعتراض میکنه. تا این شرایط تغییر ندین چیزی درست نمیشه. نفهم چه شرایطی؟ اون پدر میخواد، مادر میخواد. یعنی چی؟ خواهرم وادار کنم شوهر کنه؟ نه دیوونه، اون بابای خودشو میخواد. دلت خوشه، قضیه این نیست. این بچه لوس شده. الان باید اونجا بمونه. من اگه زودتر بالا سر اینا بودم الان اوضاع بهتر بود. الان باید اونجا بمونه. End of the game. این کارو تو خونه میکردی. اینجا سیستم منه. غلط این کار. تموم نشد به سلامتی؟ نه هنوز کار داره. این چیه؟ اصلا قراره چی بشه این؟ تویی؟ غلطی کردم گفتم بیا یه چای با هم بخوری. چقدر هول داره. یه وهم بدی داری. تو رو خدا تو دیگه دوباره شروع نکن روانکاوی کردن.
این کارآموزت که اومده بود عین خودت نظر میداد. شما دوتا تو روان من دنبال چی میگردین؟ به جایی که به این بچه ها و سعید برسین گیر دادین به من؟ دلیلش اینه که ببینم تو واقعا از تاریکی میترسی؟ آره، دمت گرم، برو بذار به زندگیم برسم. میترسی دیگه؟ واسه همینه که 24 ساعت چراغای اینجا روشنه. خودم دیدم دیگه نصف شب همش با این چراغای روشن میگیری میخوابی. اینجوری من نگاه نکن، خیلی وقت من اینجوری نگاه میکنیم. این نگاه معنیش اینه که حالتو به هم میزنم. حالت بده، خودت خبر نداری. چرا اینجا نشستی؟ حالت خوبه؟ تا بر استرالی بسچه یکم طول میکشه. آقا سعید، گرسنه نیستی؟ یه قاشق بخوری اشتهات باز میشه. غذای خودتونه؟ تو آشپزخونم شام بود، خودم نخواستم بخورم. چرا؟ شبا وقتی شام گرم میخورم یه خورده دلم آشوب میشه، با یکم نوپنی سبزی سرتاشو هم میارم. یکم برام ساز میزنی؟ چرا شما رو نمیشه؟ چی؟ جلوی شما رو نمیشه. کارت قشنگه. میتونم با مامانم حرف بزنم؟ میخوای بری بالا سر جات بخوابی؟ بدایید نمیگم. تنها راحت تره. در رو باز میذارم، هر موقع خواستی برو سر جات بخواب. سلام. دیوانه ای تو. تو دیوانه ای اینجا نشستی تو سرما؟ خب میخوای یخ بزنی برو بشین تو حیاط. چرا از اون در اومدی؟ همینجوری. سعید رو دیدی امروز؟ چطور بود؟ بود دیگه، مثل همیشه. حالا میاد ور دلت، خلاص میشی. خلاص میشم. میخوای قهوه خوشمزه برات درست کنم؟
مجید امروز میگفت با هم رفتیم در خونه کافه اینا. چطور مگه؟ بس من هیچ مسئله نیست، ولی نخواه بگی که سلام علیکتون جدی نشده. اگه بهت نگفتم به خاطر اینکه فرصت نشد، بعدم اصلا چیز مهمی نیست. همه آدم وقتی میخوان یه چیزی رو پنهون کنن همین دوتا دلیل رو میارن، فرصت نشد، چیز مهمی نیست. بالاخره باید یکی کنارت باشه خواهر من. یکی کنارم باشه، یعنی مهم نیست که اون آدم کی باشه، فقط میخوای ردم کنی برم دیگه. نه خبر اینجوری بود که میذاشتم از خونت میرفتم. مجید خیلی بهم آرامش میده، واقعا آدم حسابیه. راجع بابا اون بچه هم همینو میگفتی. خفه میشه الان چی اساسا میخوری تو؟ همون آشغالایی که خودت تجویز کردی. تو اعصابم میخوست رو بخور بس، واسه مزاجت خوبه. میشه یه دقیقه بشینی من بگم امروز تو خونه کاوه چه اتفاقای افتاد؟ آقاتون واسم تعریف کرد. الو سلام. نه خیلی تشریف نده. خوابی که هنوز بردار سنده بیار داد سرا. نه شما دور تماس بگیری من بگیرم. بازی امزنتون تر درست شد. نه جانه تو همین امروز انداشو. نه در مورد پرونده تون چیزی به من نگفتم. قربان شما، ممنون، خدافظ. خال بازی کدوم خره؟ حالا بردار سنده زودتر بیار. آره آره خدافظ. کم مونده این دست منو بخونه. کی بود؟ آقای تولایی دوباره زنگ زده، وقت دادرسیشو بپرسه. منم گفتم بعداً زنگ بزن. زنگ زد بگو اخطار میاد، میفهمی وقت دادرسی که یه دیگه. من قاضیم. اوکی. هزار بار گفتم نگو اوکی. چشم. کی برمیگردین؟ دیر. نمیدونم چرا میپرسی. ولنتاین امروز. اه خب تو میخوای زودتر بری برو. نه هستم فعلا. ببخشید مثل شدی. جبران میکنی، نگران نباش. سندت بود. سند خونه تونه دیگه نه؟ آره. کدوم شبه هست؟ همین چهار. ببین منو سیاه نکن، دیروزم میشد این حکمو گرفت. فاقصی جلوم قپی بیای. حالا که چی مزدنم؟ هیچی، فاقصم بهت بگم این خالبازی از اطالی رو من فوت آبم بعد این همه سال. بالاخره منم تو کارم عرف خودم رو دارم. منم طبق عرف خانوادگی مون جبران میکنم. خانم یوسفی، بفرم. بیا دیگه. سعید خسروانی، دفتر. بچه ها سعید خسروانی کجاست؟ توه. ضبط کیه؟ اون وقت اون یکی روانشناس کیه؟ اون که خودش کیس سایکوتیک ها کیه؟ ایچی موجی کیه؟ سلام. سلام. باشی میگیرم، خدا بس. من آمدم. همه وسایلی تو جمع کردی؟ به سلامتی، کارای ترخیصش تموم شد.
میل پیش. دلم براتون تنگ میشه. خوبه که دلت تنگ میشه. ولی دیگه این طرفو نبینم تو. سعید، برو تو ماشین بشین تا بیام. سعید، بیرون میری واسه بچه قیافه نگیری. بالاخره این رفیقمونم رفت. خوبم ساز میزنه ملخ. تو ساز زدنش کجا شنیدی؟ اتفاقی شنیدم. خوش بالت ما اتفاقی هم نشدیم. خسرو خیلی هواشی داشته باش. سعید آمادگی بیرون رفتن نداره. آمادگی چی؟ آزاد بشم میرم بیرون دیگه. خودت میدونی. فعلا. شلوغش میکردی امشب نه بابا همینم زیادی مصابه بریم شهر آزاد شده بالاخره به 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 من لازنیم خیلی دوست دارم میشه جم خوب ظاهرم برای من ریختی نه بفهمم نه ممنون مرسی مبارک باشه خانم مرسی از اولش هم بهتر شد خیلی خوب شدی دیگه سعید چطوری؟ لازانیه رو برای تو درست کردم پسرم پاشو بخور دایی جون بیا پیش خودم بیا ببین اینجا چه خبره چشه هنوز غریبی میکنم بسپارش به من خب جوز دلمه 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 آب دلمه او آصف به بلقه رسید خبر مرگش فکر کردم دیگه نمیه اون دا بخواد خودش جمع جور کنه نصف شب میشه خودش رو به نظرت درسته کار آموزی تو دعوت میکنه خونت بذار شکر آب بریم سلام چی آوردی؟ ناقابله من گفتم دست خالی نیام خوب الکی الکی آشتی کردیم نه بخن بخن که همیشه آخرش دعواست نمیخواد کفش رو در بیا همه با کفش بیا سلام خانم سلام سلام علیکم خوش میاد خوبی؟ نه دست شما درد نکن درد میاد بفهمید به زحمت افتادیم خانم خواهش بکنم مبارک پله بون راسته بگیر دستبوت خواهره بله بکش تا دوباره دوامو نشده واقعا این خسرو همیشه آخر همه چیو به گم میکشه نمک نریز سعید کوچولو بخند مهمونی به خاطر توه مثلا بعد به غذای مادرش عادت کنه الان مدتی از عادت افتاده تطبیق باید خوشه یعنی اینقدر بدمزه است؟ من که گفتم بدمزه است؟ گفتم که یعنی حواست باشه میبینی مجید؟ ببخشید من اون برمیگرم حالا من خودم تا یکی دو ساعت دیگه به زنگ میزنم آره برای چندمین باره که موبایل زنگ میزنه هول میشی عصبی میشی موبایل دیگه زنگ میخوره هول شدن نداره متاسفم کجا میری پسرم؟ دستشویی باید اجازه بگیرم؟
مگه همیشه اجازه میگیری؟ دستشویی اتاق خودم تمیز کردم و میخوای بری اونجا؟ دوست دارم همینجا برم. خسرو برم دنبال سعید؟ چرا؟ دستشویی رفتن که انقدر طول نمیکشه. ولکن بابا جان بشین. نگرانشم نکنه چیزی شده باشه. خیلی خب پاشو برمون تو بهش گیر نده. موسیقی به من آرامش میده در حد مرگ. پارسال تو برلین یه چیه چرا نمیخوری؟ من دارم میخورم. چیه چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ ماشین سعید نیست، ماشینت هم نیست. صد بار بهت گفتم ماشین رو بذار تو حیاط. اتاقش چی؟ اتاقش اگر میرفت که میدیدیمش که. چرا امشب این در باز گذاشتی؟ من همیشه این در رو قفل میکردم. چرا همون باز گذاشتی؟ آروم باش، آروم. پیداش میکنی. نمیتونه خیلی دور شده باشه، مطمئنم. ولی من میرم دنبالش. آره دیگه. مجده لباس گرم بپوش. برداشته بود از سگ. مجده کو؟ من ماشینم اونور پارک کردم. میرم روشنش میکنم تو شما بیه. آقا خسرو یه لحظه بیا. ببین گوش کن، صدا در نمیاد. مجده اینو ندیده بده من. اگه دیده بود دنیا رو حوار میکرد. پاک کن زود بیا بودو. شما که روانشناس می با قول خودتون تو کانون هم کار کردین، شما دیگه چرا نباید حواستون جمع باشه؟ فکر نمی کردم همچی کاری بکنه. البته مستعدی همچین واکنشایی بود. یکی دو روز پیش از آزادیش حرکتی، رفتار غیر عادی چیزی نداشته. آره یه لحظه شده بدین. آسف بیا، آسف بیا. اون روز تو کتاب کنی چی بهت گفت؟ یعنی چی گفت؟ میدونی که میدونم همه چیزو بهم نگفتی. چی گفت؟ حرف بزن. بجم حرف بزن ببینم. گفت اگه بیام بیرون پشیمونشون میکنم از آزاد کردنم. اون وقت تو اینو الان باید بهم بگی؟ اگه اون موقع میگفتم شما نمیذاشتی از اوجی بیام بیرون. خیلی خب اون موقع نگفتی. امشب چی؟ توی همون تیغ کوفتی رو دیدی یا ندیدی؟ دیدم. ها خیلی خب چرا نگفتی؟ فایده ای نداشت. اون موقع چی میگفتی؟ آصف هم تو میدونی هم من که سعید رگشو نزد. البته بعدش نمیمده بزنه. اون سه تلک خونی هم که اونجا ریخته بود خواسته به منو توی یه چیزی حالی بکنه. اینه که میفهمی یا نمیفهمی؟ میفهمی یا نه؟ اگه اون موقع گفته بودی که الان کارون به اینجا نمیکشید. تو یکی دخالت نکن، دخالت نکن. به تو هم رفتی نداره. آصف هزار بار بهت گفتم وقتی گپ میزنی نزد برو. چی باید بیرون؟ چی باید بیرون؟ بله آصف. خواهش میکنم. چرا وایستادیم؟ بریم دیگه سن. من کار دارم. شما بریم، من خودم میام. کجا میخوای بری؟ دنبال سعید؟ نمیدونم. میشه منم باید بیام؟ تو رو خودم.
تو رو خدا. گفتم نه. من میرسونم. کلی شرقی نکن پسر جانم، کجا بریم نصف شبی ها؟ خواهر کن آصف اگل امیدی یک کاری دستت میدم. باشه آروم باش، آروم باش. اگه یه زنی نقل داشتم میفهمیدم دارم چه غلطی میکنم. من به سعید حق میدم، من اصلا مادر خوبی نبودم. اصلا چرا باید منو تو رو تحمل کنه با هم؟ حالا میخوای بریم دنبالش؟ نه. پس چیکار کنیم؟ تمومش میکنیم. چه ربطی داره؟ چیزی شده؟ یعنی چرا حالا اینو میگی؟ چون الان به این تصمیم رسیدم. فکر نمی‌کنی تصمیمت عجولانه است؟ نه نه، اصلا مهم اینه که من الان به این تصمیم رسیدم. اصلا عجولانه و غیر عجولانش مهم نیست. باش. مثل اینکه منتظر بودی. بعد هم نیومد. میدونی موضوع اینه که فقط من و تو آمادگیشو داشتیم. من از حوصله من خارجه بین این مادر و پسر وایسم. اینه که میرسونمت خونه، از اون برم میرم دفتر، یه عالم کار دارم. خوبه. از خر شیطان پیاده شو پسر جان. الان دو سه ساعت دارم دنبالت میگردم. هر جایی فکر میکردم رفته باشی سر زدم. حتی کانونم رفتم. تو چرا اومدی پیش من ها؟ ببین آقا آسف، من ازت خوشم اومد، چون که اون روز تو کتابخونه تو راستشو بهم گفتی. نه پسر جان، فقط یه سوال بود بین سوالای دیگه، اما روزم بی خود قاطی کردی همه چیز ریختی بهم. سعید جان مطمئنن اینا دوستت دارن. آره خیلی دوستم دارن، سرشان فهمیدم. خیلی خوب، آروم باش، هرچی تو میگی. آقا آصف، تحویلم که نمیدی. نه، خیالت راحت، بهت قول میدم. آقا بالاخره میخوای چیکار کنی؟ هنوز نمیدونم. بچه مردم اینجاست، چی رو نمیدونی؟ اگه مزاحمتی میریم میبرمش. آقا کجا میخوای ببریش؟ دم تو گرم یه حقومه، فکر کردم تو استقبال میکنی.
تو هر وقت بخوای اینجا خونه خودت، رفیقم، این نوکرت هم، دمت هم گرم. اما این پسر مایه دردسرمونه. یه خودم به فکر من باش. صاحبکارم بفهمه بیچاره‌ام میکنه. بابا پولش بهش میدم فکر کنه ما مسافریم. پولت واسه جیبت بابا. چرا فوش میدی؟ کی حرف پول زد؟ بابا چته تو؟ چرا میترسی؟ معلومه که میترسن. یه مجرم آزاد میشه. درست شب اول آزادیش مرتکب جرم جدید میشه. کدام جرم جدید؟ جرم جدید فرار کرده. فرار کرده. چه جرمی بدتر از این؟ تو هم شریک جرمی. میدونی کجاست به خانواده‌اش نمیگی؟ یعقوب، این بچه کله خرابه. اگه من به مادر دایش بگم ایجه ممکن هر کاری دست خودش بزنه. گندش نکن. دیگه چه کاری بدتر از این؟ چیکار می‌خواسته بکنه که تا حالا نکرده؟ مرا هم داشته باشی، بچه به من اعتماد کرده، منم به تو اعتماد کردم. دستگاه چی نزن، صبح خودم جمع میکنم. باشو برو دیگه تو جات بخواب. فکر میکنی چرا سعید داره از ما انتقام میگیره؟ مگه تو همین الان از ما با کاراش انتقام نگرفته؟ مگه منو پیر نکرده؟ سعید ارزه هر کاری نداره. که با ماشین بزنه به کسی یا بره خوش منزه تو دره جایی؟ نه ترسون، قبل منم رونده. نه ترسم، اون همه عالم و مقصر میدونه. مجرم فقط تو رو مقصر میدونه. چرا همیشه یه و همه چی با هم خراب میشه؟ به چی میگن بدبختی؟ معلوم هست کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ چند بار پیغام بذارم. حالا من دیشب یه چیزی گفتم. من همه دیشب رو فکر کردم، پلک روی هم نذاشتم. گفتم شاید بتونم به کمک تو هم برای سعید مادر بهتر. این صدای شماست خانم؟ هم برای تو؟ بله. الو مجید. چطور مگه؟ شما چه نسبتی با مجید مسعود دارید؟ هیچی. فعلا هیچی. به نظرم دیگه هم نمیتونید داشته باشی. متاسفانه نیمه شب گذشته آقای مجید مسعود مرحوم شدن. در واقع به قتل رسیدن. چیزی دزدیده نشده. شواهد میگه قاتل آشناست. شما از دیشب به دفعات با این تلفن تماس گرفتید. برای همین ترجیح دادم بیام اینجا شما رو ببینم، باهاتون صحبت بکنم. شما مادر سعید هستید دیگه، خانم مجده احتشام نیا، نه؟ دست و پشت، دست و پشت. خدا زبونو برای حرف زدن داده، نه با مشترکت به جون هم دیگه بیفتی. درست شما دفعه چند نومته؟ میشتو اینجوریه دیگه، خود رو خواه. من بعد از آسف نشنوم که سعید فرار کرده. فراش از خونه چی رفتی به جرم پروندهش نداره. مثلا این فهم آصف از چی دوید اومد اینا رو به تو گفته؟ پرونده سعید تا رضایت کامل شاکیش داره دوره قضاییش رو میگذرونه. قطعا آصف اینو بهتر از تو میدونه که میاد به من میگه. پاترو داری گند میزنی. باشه بابا، هر جو میخوای فکر کن. به هر حال با این وضع من دیگه شاید اینجا نیام. باشه، اگه اینطور راحت تر یه بی نداره. بالاخره هستن کسایی که برای این بچه ها کتاب بیارن، برایشون فیلم بذارن. بله، حق با شماست. از اینجور آدم پیدا میشه. ولی الان اصلا قصه این نیست. سعید کو؟ کجاست الان؟ 24 ساعت نمیگذره از اینکه به تو هشدار دادم سعید آماده که بیرون رفتن از اینجا رو نداره. گوش نکردی، مسخره‌ام کردی. تو که اینقدر خوب میفهمی، تا
تصدقت. الان یه حالی بده. بگو ببینیم این بچه کجاست. چه بلایی سر کی میتونه آورده باشه؟ من که رمال نیستم. همونقدر که مطمئن بودم سعید آمادگی بیرون رفتن از اینجا رو نداره، همونقدر مطمئنم که سعید به کسی آسیب نمیزنه. این حرف رو دیشب هزار دفعه به مادرش گفتم، ولی اتفاقی نکرد. راستش بخوای خودم هم دیگه به این حرف اعتقادی ندارم. خودم از همتون داغون ترم. آقای بخشدار؟ بله بفهمید. سلام قربان. سلام علیکم. ممکنه تو دفترتون یه چایی با هم بخوریم؟ بله. عذر میخوام سرکار. افسر اداره آگاهی هستم. مشکلی پیش اومده؟ نه. فقط بفرمایید آقای سعید خسروانی کی هست؟ سعید بده کردین؟ خیر آقا. شما؟ من دایی سعیدم. آقای خسرو احتشام نیانه؟ بله. من از کجا میشناسم؟ یک ساعت پیش منزلتون بودم، منزل خواهرتون البته. ایشون مفصلا همه چیزو برای من توضیح دادن. تعجب میکنم چطور به شما اطلاع ندادن. ای بابا، بازم شارژ خالی کرده لاکر دار. شما وکیل سعید رو آخرین بار کی دیدین؟ مجیدو؟ بله. چطور مگه موضوع مربوط به سعید نیست؟ خیر. آقای وکیل دیشب به قتل رسیدن. چی میگی؟ عرض کردم به قتل رسید. آخی دیشب تا دیر وقت پیش ما بود. پس لازمه یه جایی بشینیم یکم با هم صحبت کنیم. بله حتما بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. آی دکتر تشریف نمیارین؟ مجید مسعود دیگه نه؟ اونطور که من دیدم قاتل ضربه‌های نامنظم زده، یعنی ترسیده، هول شده، همینطوری زده. آلت قتلش هم یه چیز کوچیک بوده. برای همین زخم غیر اونی که به قلب وارد شده خیلی عمیق نیستن. اول قفسه سینه رو زده، بعد دیده حرسش نخوابیده، بقیه بدن مرحوم هم زده. قاتل حرفه‌ای یه دونه میزنه، ولی عمیق، کاری، با قصد قبلی. اما آدم غیر حرفه‌ای با اولین ضربه هول میکنه، دست و پاشو گم میکنه، ناخودآگاهش میگه بزن بزن دیگه، چی میخواد بشه؟ هر چی میخواست بشه شده دیگه. سعید اینجا ورزش هم میکرد؟ خیلی ورزشکار نبود، کم. با بچه ها زیاد قاطی نمیشد. شما که فکر نمی کنی کار سعید باشه؟ سعید آمادگی هر کاری رو داره. هر کاری؟ خوشو تو می فهمی چی داری میگی؟ آقا این حالش بده. به لحاظ روانشناسی بله. اون توانایی اینو داره که خسرو چته؟ داری مزخرف میگی. من تو چرا فکر میکنی من قبی احساسم؟ چرا همیشه همین فکر رو میکنی؟ من الان حاضرم همه زندگیمو بدم که بفهمم این بچه این کار نکرده. سعید جان بلند شو، لاش بپوش باید بریم. چیه؟ بپوش رو زمینم برات بپوش. کجا بری؟ باشد میگم بهت سر بپوشم. نگام کن، نگام کن مامان. رگ دستت هم که زدی؟ نشو؟ نخواستی؟
نتونستی؟ ترسیدی؟ پسر این همه بچه پدر مادرشون از هم جدا میشن، باید دنیا رو کنفیکون کنن بریزن ده هم هی انتقام انتقام بکنن، بعدم از خونه بزنن بیرون فرار کنن با یه ماشین گنده بدون تصدیق. چطوری این کارو کردی؟ من رو نگاه کن، همه چی رو باید بگی یا؟ خب فرض کنیم کار تو بوده، قبول، ماشین رو برداشتی رفتی دم ساخت، صبر کردی تا آقای وکیل بیاد، آقای وکیل هم اومده، ریموت رو زده، در رو باز کرده، تو هم یواشکی رفتی پشت ماشین، دزدکی رفتی تو ساختمون، توی فرصت مناسبم غافلگیرش کردی. از اینجا به بعدش رو خودت بگو. دلم میخواست بکشمش. بچه میفهمی چی داری میگی؟ من دستم خیلی زور داره، زدم چشم کلاسیمو کور کردم. داری به کارت افتخار میکنی؟ نه. بچه هم شگردی تو زدی؟ پرسیدم برای چی زدیش؟ فوش داد. هرکی فوش بده باید بزنیش، آره؟ باید بزنیش؟ ها؟ به مادرم فوش داد. چی کار کرد؟ به مادرم فوش داد. نشنیدم، بلندتر. به مادرم فوش داد. حالا میخوای قتل وکیل رو به گردن بگیری، آره؟ فکر آخر کارو کردی؟ برات میگردونن کانون، این دفعه بهت قصاص میدن. نگاه، این خیالت هم نیست. تو اگه خسته ای خب پاشو برو خونه، ولی من نمیام. آخه بیامون چیکار کنی اینجا؟ یه ساعت دیگه همه اونو میریزن بیرون، فکر کردی تا هر وقت بخوای بیز اینجا بمونی؟ پس سعید من چی میشه؟ خدا نمیدونم، دیگه هیچ وقت نمیدونم سعیده چی میشه. از وقتی آدم میاد دارم به جواب سوال کوفتی فکر میکنم. همه بدبختی با من سنگی به درک هرچی میخواد بشه بشه. من که میرم خونه. اینجا پاش بریم، من میخوام سعید رو ببینم. نمیذارن عزیز من، نمیذارن. من زدم زیر گوشش خود رو، کار بدی کردم. اگه نمیای من برم. دلت آروم میگیره با این وضع؟ الان پاشو بری خونه. ببین مژده، برنامه من اینه، از این لحظه به بعد نه تو برام مهمی، نه سعید، نه هیچ کس دیگه. اولا به این رفیقمون میگم لطف کنه دیگه نبینمش، بعدم میرم خونه 10 روز میخوابم، 10 روز تمام، بعد بلند میشم میرم پاسپورتمو تمدید میکنم میرم دیگه هم پای سرمو نگاه نمیکنم. اگه میای تو خونهش بیا با هم بریم، اگه نگی بشین همینجا راحت باش. آقا خسرو، شما آدم خوبی هستی، ولی تحلیلت از بعضی چیزها اشتباهه. به نظرم مشکل کاری من و شمایی بود که هر دوتامون خیلی به شما اعتماد داشتیم. منم سلام میدونم دیگه مزاحم شما نباشم. به چرا واسطه بزن به چاک؟ خواستم از مژده خانم معذرت خواهی کنم. معذرت خواهی تو الان به چه درد من میخوره؟ من بهش قول دادم، به سعید قول دادم اگه کمکش نمیکردم ممکن بود هر کاری دست خودش میزد. میدونی هر دقیقش به من چی گذشت؟ یه لحظه هم خودتو جای من نذاشتی.
بیشتر سعی کردم خودم جای سعید بذارم. به نظرم همه این مشکل سعید به خاطر کارهایی که شما براش نکردین. شما ایشون من فکر میکنم. خیلی خب بس دیگه، اینقدر حرف نزن، بیا برو برو. ها چیه بخشدار؟ تو هم میخوایی تیکه بندازی، میخوایی چیزی بارمون کنی؟ بیا راحت باش بیا. نه من فقط منتظر آصف بودم کارش تموشه با هم بریم. به سلامتی. کجا؟ خانم از شما خیلی معذرت میخوام. خودت گفتی نمیخوام بیام کانون. تو هم گفتی کی از این بهتر؟ خب آره شاید نظرم عوض میشد. آقا میخوای نظر منم بدونی؟ همه سالای تدریس و مددکاری تو با اتهامی که به سعید زدی ریختی دور، چون فکر میکنی خیلی میدونی. بهت گفتیم دکتر باوره چو؟ تو فقط یه روانشناس بالینی هستی، نه روان پزشک. به این اون قرص میدی، سعیدو میندازی تو آلونک. همیشه نگران روزی بودم که سرت از خجالت پایین باشه و دورورت خالی. امروز همون روز. سعید کجا خانم؟ کجا؟ بفرما. بریم اونجا، درش برای کسای بازی که اشتباه میکنن. خداحافظ. تو هیچ جا نمیری خسرو. موقعی که بابا فوت کرد گفتی که میرم ولی نرفتی، گفتی مامان تنهاست. وقتی مامان فوت کرد گفتی میرم ولی هیچ جا نرفتی، گفتی تو تنهایی. وقتی زنت فوت کرد گفتی میرم ولی نرفتی، گفتی من دیگه هیچ جا آرامش ندارم. هیچ جا نمیری. سعیدم برمیگرده خونه، من مطمئن. برام بگو ببینم اگه آزاد چی کار میکنی؟ برای چی آزادم کنی؟ من این نیستش هم کسی آزاد میکنن. آره همیشه میشه این کارو کرد، ولی با این کارایی که کردی فکر میکنی باید آزادم بشی؟ واقعا یعنی آزادم؟ آره واضحه کار تو نبوده. برات مهم نیست بدونی کار کی بوده؟ نمیدونم،
ولی کار هرکی بوده حتما خیلی ازش بدش میمده. نه اتفاقا تو این مورد کار کسیه که خیلی هم دوستش میداشت. کار منشیش بود و بگذاریم. از قاضی کیشی خواهش کردم، ایشونم محبت کردن، دستور دادن میتونی بری. برای همین گفتن بیای با چند کلام صحبت کنم. نصیحت هم نکنیم فقط. نکنه؟ نه. باش. بیا پس خودت زنگ بزن مادرت بیاد دنبالی. میشه این کارو نکنی؟ نه. موقع جنگ سرباز بودم. پست نگهبانی افتاد برم بالای یکی از این برجای دیدبانی. منم از بلندی میترسیدم، همچین در حد مرگ میترسیدم. گفتم میرم به فرمانده میگم که جامو عوض کنه، خواهش میکنم ازش. بعد فکر کردم الان یه مش سرباز عین خودم با آرامش خیال تو آسایشگاه خوابیدن با امید اینکه من دارم نگهبانی میدم، که گفتم بیا علی. همون گذاشتم رو پله اول، دوم رفتم. بعد دیدم نه کار من نیست، چیکار کنم؟ بودم میام پایین میرم، هرچی میخواد بشه بشه دیگه، فوقش یا اضافه خدمت یا نمیدونم انفرادی. ولی دیگه نمیتونستم، فکر سربازای دیگه بودم، فکر خودم بودم، نمیتونستم برگردم. نگران بودم بیفتم دستم پام سر بخوره. چشم کردم دیدم نه تو اتاقکم. سرمو که چرخوندم چشم افتاد به یه عالمه از این چیزای یادگاری. یه دونش بود صاف تو چشم بود، خطش هنوز یادمه. نوشته بود بالاخره خودتو رسوندی به این بالا رفیق، خسته نباشی، زنده موندی. باور کن سعید هیچی به اندازه این جمله تو اون لحظه نمیتونست به من آرامش بده. هیچ. نکنه شما فکر میکنین که من الان وسط پله ها گیر کردم؟ نمیدونم خودت چی فکر میکنی؟ موندی؟ ولی خب من دارم فکر میکنم الان چشم تو چشم مادرت افتاد، دایی تو دیدی چی کار میخوای؟ مگه قراره ببینمشون؟ پشت سرمونه الان؟ بله به خدا اینا دوستت دارن، نگرانتن بیشتر از اون چیزی که تو فکرشو میکنی. خب اینو کی میخوای بفهمی؟ قراره هر وقت تو گفتی وایسن پیادشی بری پیششون. سخته واسن. بله خب سخته، زندگی سخته. قرار بود آسون باشه که دیگه اسمش زندگی نبود، ولی خب باید زندگی کنی. تا کی میخوای صبر بکنی ببینی بقیه چی کار میکنن؟ پدرت، مادرت، نمیتونم دایید. زندگی تو بکن، بذار مادرت هم زندگیشو بکنه، جوونه. حالا فردا یه وقت شرایط پیش اومد خواست ازدواج بکنه، حقشه. تو هم ازدواج میکنی میری سراغ زندگی، تنهاش میذاری. غیر اینه یه گوشم بردار، یه کاغذی جلوی چشمت بنویس بالاخره تو هم رسیدی به این بالا، خسته نباشی رفیق، تونستی زنده بمونی، اینا مهمه. حالا وایسن. آقا اگه من برم پیششون شما دیگه میریم؟ خب معلومه میرم، منم بعد برم خونم پیش زنم بچه ها. غیر از اینه حل دیگه. ببینم پول داری تو جیبه؟ داری؟ بله. نه به اندازه ای که فردا یه وقت خواستی مادر تو، نمیتونم دایی تو، کسی رو ببری مهمونی، ناهاری، شامی، چیزی داری؟ نه ماشالله دستای پرزوری داری، قدر خودتو بدون، مراقب خودت باش. برو. راستی این مال شماست؟ این قشنگه، دیدم تو وسایله، یه سازدهنی هم بود. بله.
خوبه. برو دیگه، منتظرم.